جی ال ویز این اون اون مرکز اطلاعات برای وزارت اطلاعات و همه سازمان‌های جاسوسی جهان. چرا؟ هر جا بری باید پاسپورت بدی، اسم بدی، هر جا بری تلفن خونت، اسم کارتت، کار آیدی کارتت، شماره شناسنامه، شجره نامه، آبا و اجدادت. و شما خود مبارزه بکنین دنبال این هستین که بی رفت بزنین. نگاه کنین مردم حیوانکی اونجور وسط جنگ، اونا هستن، اونا هستن و اونا هستن و باید کمکشون کرد، صداشون رو رسا کرد. باید کمکشون کرد، اونایی که گشنه هستن، اونایی که گرفتار هستن، اونایی که ندارن و بچه‌هاشون رو شکمشون سیر کرد. همین الان که شما سیرین تو این دنیا اینجا اونجا نشستین، همین الان که دارین این برنامه رو می‌بینین، چقدر بچه‌های میهن شما، چقدر بچه‌های شما میهن شما گشنگی نخوابن الان تو اون کشور. خوب باشه که شما باورتون بشه که آقا تو میهنتون هست یا بدبختی. کمکشون بکنین، کمک کنیم. شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است. سیاوش اوستای عزیز گرامی، دوباره درود، دوباره اوستای عزیزم خوشحالم. سیاوش اوستای عزیزم، این کتاب سازمان های جاسوسی الله شما، این کتاب کتاب بحث برانگیز است. سیاوش اوستا، در مورد انتخابات آقای پالیزدار چی شد؟ آقای پالیزدار مگه رهبر نگفته بودن ایشونو ول کنن؟ چرا ول نکردن؟ محسود جان فردا ایزدار و تیم همراهش بهش ابلاغ میشه، در همین فردا، یعنی 10 سال هست. و من در ابتدا میخوام آقای رو اعتمادی رو بهش خیر مقدم بگم، حتما پیش رفیقمون مهدی زکایی عزیز بعده میگیم بهش. ولی محسود جان من همین امروز باز با مهربانیار عباس پاییزدار که در زندان هست گفتگو میکردم. عباس پاییزدار چون تبدیل شده به یک قهرمان ملی، ملت ایران اونو دوستش داره، خیلی از مسائل دیگه هست. من امروز هم با خانواده عباس پاییزدار صحبت کردم، با دو تا دخترش فاطمه زهرا، یعنی هم فاطمه هم زهرا دو تا دخترن، و پسرش امیر حسین و خود عباس پاییزدار عزیزم. عباس پاییزدار فردا حکمش صادر میشه. من این خبر خیلی مهم میره الان پیش از صدور حکم خدمت تو مهربانیار و همین بینندگان عزیز بگم. اون این که مسعود جان خانه پدری عباس پاییزدار تخلیه شد. چرا؟ چون مصادره کردن، به خاطر اینکه این ضمانت هایی رو که برای گذاشته بود عباس پاییزدار به یک سال مثلا در زندان هست، خونه باجناقش رو ضامن گذاشته بود و خونه پدری خودش. این دو خانه هفته گذشته تخلیه شد و توسط قوه قضاییه شوربختانه مصادره میشه. کارخونه ایشون هم که مدت ها تهدید کردن آب و برقش هم قطع کردن، یعنی از نظر مالی این رو به زیر صفر رسوندن. و من خبر خیلی مهم به دیروز، چون حکم فردا اعلام میشه، امروز جمعه بود، فردا شنبه حکم اعلام میشه، دیروز آقای هاشمی رفسنجانی یک پیغام فرستاده توسط شخصیتی که بعدا من اسمشو میگم به عباس پاییزدار که ما تو رو آزاد میکنیم، ولی تو بایستی وقتی میای بیرون از موسوی، میر حسین موسوی و خانم زهرا رهنورد حمایت و پشتیبانی کنی. چون میدونی مسعود جان آقای رفسنجانی مشخصا دو تا کاندیدا داره، یکی آقای محسن رضایی است و یکی آقای میرحسین موسوی. آقای کروبی نیز توی گروه همفکران و هماندیش آقای رفسنجانی است، یعنی تقریبا 3 کاندیدا داره آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی است و آقای موسوی و آقای محسن رضایی. از اون طرف هم احمدی نژاد خودش به تنهایی است. آقای پاییزدار امروز به من گفت که موافقت نکرده که از این کاندیدا به ویژه حسین موسوی حمایت بکنه. گفتم عباس جان اینا میخواستن بین بهانه دکتر تو رو با شرط و شروط از زندان آزاد کنن، با اینکه حکم آزادیست که برش صادر شده مسعود جان، ولی همینجا چون ما اینو پیشاپیش داریم میگیم، احتمال این هست که رفسنجانی موفق بشه این حکم رو تا این 24 ساعت عوض بکنه و عباس پاییزدار در زندان بمونه. ولی حکمش حکم آزادیست، باید آزاد بشه فردا مسعود جان، خونه هاشو مصادره کردن و غیره. اما آقای رفس هاشمی رفسنجانی که نوک حمله عباس پاییزدار متوجهشون بوده و ما کلی سخنرانی دکتر عباس پاییزدار رو که در همدان همون پارسال و پیارسال صحبت کرده بود رو پیاده کردیم روی کاغذ مسعود جان، مردم وگر به سایت azadi.bi، یعنی میدونی که ما دات کام داریم، دات نت داریم، دات اورگ داریم و غیره، و دات بی هم داریم. دات بی دو تا حرف اول بلژیکه،
یعنی آزاد دات بی رو که مردم برن روش، روی این سایت متن پیاده شده سخنرانی نخستین افشاگری عباس پاریزدار رو دارن، اونجا میبینن که نوک حمله متوجه رفسنجانی بوده. اخیرا هم رفسنجانی مصاحبه کرده، همه گفتن که ما با آزادی این موافقیم، همه، ولی رفسنجانی تا مصاحبه که دو هفته پیش کرده که اون را ما بخششو گذاشتیم روی همین سایت. بله دیدم، گوش کردم و خوندم هر دو.